آقاجانی عزیز سلام و با درود فراوان به علی جان شو خوش اومدید. خب نظرتون چیه بینندگان عزیز؟ لوگوی جدید، آرم جدید، خونه جدید، علی جان شو در استودیوی جدید. ها من که خیلی هیجان زدم، واقعا اصلا نمیدونم چیکار باید بکنم. البته باید شو رو انجام بدم، این کاری که باید انجام بدم الان. خب بینندگان عزیز امیدوارم که خوب و خوش و سر حال باشید هر جای دنیا که هستید. در شوی این هفته علی جان با خانم دکتر بنفشه حجازی خواهیم بود. ما با خانم دکتر میخوایم این هفته در مورد چربی، قند، مرز قند و نحوه کنترل اینجور بالاخره چیزا باشیم دیگه. ببینیم چجوری باید چربی رو کنترل کنیم، قندمون رو کنترل کنیم و چجوری در سلامت کامل باشیم. خب آماده هستید بریم شوی این هفته رو ببینیم؟ پس بریم ببینیم چه خبره. الو. سلام خانم دکتر، آقای شکری میخوام بیان داخل. اینجا هستن آقای شکری، بگیم بیان تو. بله. مرسی. آقای شکری بفرمایید داخل، خانم دکتر منتظره. بله. بفرمایید داخل، خانم دکتر منتظره. چشم. نوبتم شد بالاخره. بله آقای. آخه برم ببینم چه خبره اینجا. تابلوی قشنگی دارین اینجا. به به به. به به. بریم ببینیم چه خبره. آه. بس کنم خودم. بفرمایید. بله. بله خانوم دکتر حال شما چطوره؟ بله بله چه عطر خوبی زنید شما. بفرمایید ببینم. وا حالتون چطوره؟ شکرمه. آخ کمرم. نشستم. خوبه. کمرتون درد میکنه؟ نه نارشه بخواین همه جام درد میکنه اصلا. آقای شکری شما اصلا برای این آرتروزتون تحرکی، ورزشی، کاری انجام میدین؟ خانم دکتر من ماراتون رفتم شرکت کردم. ماراتون خانم دکتر؟ بله. همین ماره هم شهر خودمونه. برای همین رستوران ماراتون که باز شده غذای یونانی میده، سوبلاکی. وا آقای شکری که ورزش نیست شما رفتین غذای سوبلاکی خوردین. من به شما راجع به ورزش دارم صحبت میکنم عزیزم. خانم دکتر یعنی من برم بدوم آخه؟ آره تو این سن. آخه ببینین عزیز من چکاپتونی که شما دادین چند هفته پیش برای من اومده. خب و متاسفانه قند شما مرزیه، یعنی بوردرلاین مرزیه. منظورتون اینه که من باید جایی برم؟ مرز کشوری باید بگذرم؟ نه مرزی یعنی این که دیگه داره نزدیک میشه به قند. به قند. آن قندم رو مرزه. قند شما رو مرزه. مرز آمریکا که نیست خانم دکتر. نه. چون نمیشه رفت این دور زمونه دیگه خانم دکتر. بله درست میگین. نه من راجع به مرز امریکا ترامپ و اینا دارم حرف میزنم. خب حالا از رو مرز گذشت یا نه؟ نه هنوز نگذشته. من به خاطر همین میخوام با شما امروز صحبت بکنم. بله. به خاطر اینکه ببینین قندی که نزدیک مرز هست میتونه تبدیل به قند واقعی بشه و عوارض این مریضی رو نباید دست کم گرفت. میدونین مریضی هست که اولا اپیدمی شده. بله. خیلی این مریضی رو میگیرن مخصوصا تو جامعه ایرانی به خاطر مصرف برنج، نون. شما نون و برنج میخورین؟ هر روز و هر شب خانم دکتر. هر روز و هر شب؟ البته از 3 وعده در روز برنج آوردمش به 1 وعده و نیم. نیم دیگه چی آقای شکری؟ یه عصرونه یه خورده برنج مونده رو میخورم دیگه خانم دکتر. نمیشه آخه برنج خوشمزه است. برنج خوشمزه است. من خودم هم شمالی ام ولی هیچ خاصیتی نداره. باید هفته یه بار دو خانم دکتر اون آب خورش رو پوی برنج میریزین خاصیتش اصلا معلوم میشه خانم دکتر. شما قند گرفتی نیز من. سیب زمینی میخورین؟ بله. نونم میخورین؟ سیب زمینی رو با نون میخورم. سیب زمینی رو با نون میخوریم. بعد یه خورده کچاپ و ماسترد روش بریزین خانم دکتر چی میشه؟ اصلا این چیزا خوب نیست خانم دکتر. ببینید شما اصلا میدونین قند چه عوارضایی داره؟ شما فکر کنم اگه قندتون بالا باشه به عنوان شوگر ددی به حساب میاین؟ شوگر ددی چی آقای شکری؟ شوگر ددی دیگه نه آخه اسمم آقای شکری. بچهای محل منو شوگر ددی صدا میکنن. شما قندتون داره بالا میره. خب خانم دکتر عوارض قلبی داره. شما میتونین خدا نکرده سکته قلبی، سکته مغزی، چشمتون میتونه خدا نکرده نابینایی داشته باشین، رتینوپاتی، نوروپاتی، پاتون بی‌حس میشه، عفونت میگیره. بعد دور از جون دیدین کسایی بودن قبلا قند میگرفتن، پاشونو بعد میبریدن، عفونت و اینا. این مریضی هست که خیلی مریضی خطرناکه. قند رو نباید دست کم گرفت. باید با همدیگه راجع به رژیم صحبت بکنیم. خب شما موافقین؟ باشه، حالا شما به من بگین من چیکار باید بکنم که این قند از این مرز نگذره؟ از این مرز نگذره اینه که باید ورزش واقعی، نه ماراتون سوبلاکی. باید برین ببینین الان یه تحقیقاتی شده اتفاقا تو شهر ما در دانشگاه مگیل. یه دستگاهی هست بهش میگم پدومتر. خب برای کسایی که مثل سن شما براشون ورزشای همه جور ورزش نمیتونن بکنن، عقلا میتونید تحرک راه رفتنتون رو زیاد کنید. پدومتر اسمه. پدومتر نه، پدومتر یعنی نزدیک از نظر پا. پدومتر. اوکی. پدومتر میگن که این یه دستگاه خیلی هم ارزونه، تو تمام مرکزهای ورزشی اینو به خودتون وصل میکنین و اگه در روز بیشتر از 10000 پا را بریم میتونه کمک بکنه. از نظر تغذیه شما صبحانه چی میخورین؟ صبحانه عرضم به حضور شما کره رو با عسل قاطی میکنم، یه خورده مربای توتم روش میریزم، بعد یه نون ور میدارم، شکر میریزم رو نون، این مربا عسل رو میزنم روی نون شکردار، بعد یه نون دیگه رو میذارم اون رو، میبندمش، یه خورده سینمن، پودر سینمن میریزم روی نون. بعد یه چای شیرین درست میکنم، 3-4 تا حبه قند توش میریزم، این نونو میکنم تو این چایی و میخورمش. خانم دکتر جاتون خالی، دیروزم خوردم، خیلی خوشمزه. میدونم ولی اینا خیلی تغذیه بدی شما دارین، اینا همه چیزای قدیمی ایرانی، اینا رو باید ول کنین عزیز من. خانم دکتر اینجوری نمیشه. آخه خوشمزه است خانم دکتر. میدونم خوشمزه است ولی نگاه کنین الان قند گرفتین. چرا چیزای موزه تو زندگی خوش ندارین؟ گشنگی آتش چرا دارم؟ همش میخواین آب بخون. بله، آتش تشنگی هم دارم. خب بعدن آیا بی‌حسی پا دارین؟ بعضی موقع. واقعا؟ بله. بعدن آیا شده بعضی وقت از نظر دید تار ببینین؟ بله، آخه راستشو بخواین من الان در حال تجدید فراش هستم. بله. بعد یه دختر خانمی هستن، چون من خیلی بهشون علاقه پیدا کردم، اینا تار میبینمش. آره. البته بچه ها گفتم بیاین بریم خواستگاری، اینا نشد. من پدر ایشون هم اتفاقا یه خورده سنش از من پایین تره. بله ولی خیلی آدم خوش مشربی هستن، ولی خب شاید به خاطر همین پام بی‌حس میشه. من ایشونو میبینم پام بی‌حس میشه. و یکم برای سن شما میگم چیز نیست بخواین دوباره ازدواج کنین؟ سنتون الان دیگه شما ماشاءالله بابا بزرگ شدین دیگه. بله ولی خب من آخر رفتم گوگلش کردم. تو اینترنت گفتن که شادمانی با تجدید فراش با هم دیگه خورده وصلن. شاد دیگه باشه. هر جور خودتون سلام میدونیم. میخوای شما با من بیاین بریم اصلا؟ نه خواهش میکنم. بیاین با هم دیگه بریم خواستگاریش. نه خواهش میکنم. نه خواهش میکنم. شما خودتون بفرمایید. ولی من نگران سلامت شما هستم که قندتون خیلی بالاست. خب باید به من قول بدین برنجو کم کنین، اینو کم کنین. شما آب میوه زیاد میخورین؟ آب میوه بله. ببینید من آب انار با آب موز و توت فرنگی سفید مخصوص اتیوپی رو قاطی میکنم با هم دیگه. اینو از کجا اتیوپی رو از کجا گیر آوردین؟ این دختر خانم اینا رو به من میدن. من نمیدونم اینا رو از کجا. اینا فکر کنم گوگلش میکنه. بله. گوگل نمیدونم حالا هر چی است. خانم دستمال میشه من بدین لطفاً؟ خواهش میکنم. مرسی. ماشاءالله ستم کردین دستمال با خودتون. ماشاءالله شما. متوجه نشده بودم. راست با بلوز من سته. بله. ماشاءالله واقعا ماشاءالله. بس شما به من قول میدین که کم تحرکتون رو زیاد کنین، غذاتون برنج و نون رو کم کنین. شما نهار چی میخورین؟ راستشو بخواین نهار اتفاقا روز قبل ما نهار رفتیم سموک میت خوردیم، جای شما خالی، گوشت دودی بهش میگن، همین نزدیکای اینجا هست. خلاصه خانم دکتر با چربیدارش رو گرفتم، انقدر خوشمزه بود. بعد این یه درینک نمیدونم درینک چی بود، خیلی خوشمزه بود، این درینک توت فرنگی بود. بله درینک توت فرنگی گازدار با گوشت پرچرب. آقا شکری شما چربیتونم بالاست. من بعد از این می‌خواستم راجع چربیتون بگم. خب حالا خانم دکتر جاتون خالی، اتفاقا روش سیروپ هم ریختم. رو گوشتتون سیروپ؟ بله سیروپ ریختم، بعد اینو خوردم با هم دیگه به هم زدم خوردم. به چربی ربط داره؟ آخه شما گوشت چرب چرا اینقدر می‌خورین؟ آخه میتونم بجوامش. خب بعد قشنگ یعنی جا میفته. من نمیدونم، من واقعا نگران سلامت شما هستم. حالا چربیم چیکار باید بکنم خانم دیگه؟ من ببینیم چربی رو حتما باید قرص بدم. چربیتون خیلی بالاست. قندتون میگم میتونیم روش کار بکنیم با تغذیه درست، با تحرک. امیدوارم که بتونیم مسئله قند. شما تو خانواده شما کسی قند داره؟ بله، من فکر کنم 4 نسله که ما قندمون بالاست. 4 نسل؟ بله. خیلیه. حالا شاید بعد از ازدواج دوم قند پایین بیاد. یعنی بعد میخوام به خانم آینده‌تون بگین که آشپزی درست بکنه، غذای سالم براتون. خودم براش میخوام آشپزی بکنم خانم دکتر، خودم. مثل که خیلی شما عاشق شدین. والا راستش رو بخواین میگن همیشه آدم یه بار تو زندگی عاشق میشه، ولی بله. مثل این که عشق بعد از 70 سالگی عشق دیگه است. واقعا؟ بله. مواظب قلبتون باشین ها. قلبم خوبه. من آره قلب خوبه. یعنی هر وقت ایشونو میبینم که همه چی تار میشه، قلب ضربانش بالا میره. پس به خاطر همین اگه یه خانم جوون میخواد با شما ازدواج کنه و میخواین که انشالله تا 120 سالگی برین، بله. که ایشون زود بیوه نشن، باید قندتون رو مواظب باشین. ایرانی هستن؟ نصف ایرانی هستن، نصف پرتغالی. بله. میکس جالبی. پرتغالی هم خیلی برنج و من مریض پرتغالی اتفاقا خیلی دارم. اونام خیلی قندینا دارن چون خیلی سیب زمینی و برنج و نون میخورن. باید مواظب باشین خانم دکتر. من مواظبت خواهم. حالا ریسک چربی و اینا چیه؟ گفتم که ببینین شما میتونین مریضی قلب بگیرین، میتونین سکته مغزی بکنین خدای نکرده. اصلا من میخواین ویجیتریان بشم از فردا خانم دکتر؟ نه ویجیتریان نه. ببینید من همیشه میگم که آدم هر کاری میکنه باید تعادل باشه، میدونین. ولی مثلا برنج هفته یه بار، هفته دو بار. نون مثلا چند سلایس نون در روز میخوریم؟ بستگی داره خانم دکتر، بستگی به مودم داره. اگه مودم خیلی خوب باشه، بله. نزدیک 15 تا 16 تا سلایس میخورم. در روز یا در هفته؟ در روز. ماشاءالله. بله. آخه من دیگه نمیدونم، من همه کار با نون میکنم. آخه میدونی مثلا املت رو با نون درست میکنم. نمیدونم دارم غذای پرتغالی یاد میگیرم درست کردنش و اینا رو با نون دارم درست میکنم. اینا اشتباهی. با نون چرا؟ آخه خانم دکتر دوست دارم نون. نمیشه. باید به من قول بدین همه اینا رو کم کنین. باشه. چشم. مشروبینا مصرف میکنین؟ نه خیر. نه خیر. فقط شراب عشق مینوشم. اون دیگه از کجا میاد شراب عشق؟ بله. شراب عشق بذارین من بهتون بگم. اینو من گوگلش کردم مجددا. اینو شما بلکبری، این توتای سیاه رو ور می‌دارید. بله. بعد میریزین تو آب شکردار. بعد اینا رو میذارید تو آفتاب 2 سال تو بالکن بمونه. بعد اینو میارین تو، قشنگ شکر جذب این توت شده. اینو میخورین با عسلم قاطی میکنید. آقای شکری شما خیلی ماشاءالله بیخود نیست اسم شما آقای شکریه دیگه. من همینم خانم دکتر دیگه. این دختر خانم هم همینو به من گفتن. آره. خب من شما رو میخوام 1 ماه دیگه ببینم. چشم. بعد دوباره تست خون رو میدیم. واقعا به من قول بدین. چشم. که خیلی مواظب خودتون باشین. اگه شما خواستگاری با من بیاین من قول میدم. آخه من آخه بیام چی با شما خواستگاری؟ برای چی؟ به عنوان کسی که در زندگی من همیشه بوده. قربان شما. میاین؟ واقعا میخواین ازدواج کنین؟ حالا صلاح هست برای شما؟ سن شما با چند سالشون این خانم؟ 39. 39. بله. یه جوری مطمئنیم، احساس کردم یه سن دیگه است اینجوری. نه 39. واقعا؟ بله من خودم چک کردم. چک کردیم؟ بله. اشکالی نیست. یعنی من واقعا بیام با شما خواستگاری؟ بله بیام با هم دیگه بریم. کی میخوایم برین خواستگاری؟ همین امروز من زنگ میزنم جورش کنم. اوکی. دستمالم بیاریم با خودتون که با من بگیم آره بگیم این ست شده با هم دیگه بریم. آقای شکری پس یه قولی. چشم. شما 1 ماه رژیم میگیرین. چشم. خب اگه قندتون اومد پایین من با شما میام خواستگاری. قول میدین؟ اگه قندتون آمد پایین باشه خانم دکتر. باشه. باید شروع کنیم تحرک، راه رفتن، تمام این غذای بدو همه رو مینیمم باید نصف کنین. دوباره تست میدیم. واقعا اگه آوردین قندتون رو پایین با هم بریم خواستگاری. باشه خانم دکتر مرسی. قربان شما. پس قول شرف. قول میدم. باشه. قول میدم به شما. خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم. عجب عطر خیلی خوش بود. این عطر اسمش چیه؟ ایسی میاکه یه عطر ژاپنیه. ایسی میچاته تکه؟ نه قربونش. ایسی میاکه. آره. من اینو برم حتما بخرم برای این دختر خانم. برای باشه خواهش میکنم. لطف کرد. خواهش میکنم. سلام برسونید. مرسی و من یه ما دیگه با قند پایینتر منتظر شما. پایینتر یک ما دیگه. یک ما دیگه. قول میدم ولی شما با من میای خواستگاری. چشم. مرسی. اگه قندتون بیاد پایین خانم دکتر. خداحافظ. قربان شما. خداحافظ. سلام برسونید. چشم چشم. یک بار دیگه من بوی این عطر خیلی خوبه. من یک بار دیگه بوش کنم. میاکه. عطر میاکه. میاکه چه عطر خوشبویی. اینجا چرا اینطوریه این استودیو؟ عینک من کجاست؟ عینکم کو؟ خانم دکتر این چکاب من چی شد پس؟ بینندگان جانهای عزیز یادتون باشه چربی زیاد، قند رو مرز براتون خوب نیست. سلامتی خودتون رو حفظ کنید. مثل من عینکتون رو گم نکنین ندونین کجاست. عینک من کجاست؟ من نمیدونم واقعا. خلاص عینک پیدا شد. عینک مرسی. خب بینندگان جانهای عزیز امیدوارم که اشوای این هفته خوشتون اومده باشه. با سپاس فراوان از خانم دکتر بنفشه حجازی برای اینکه با ما بودن، درباره چربی و قند رو مرز صحبت کردن. حالا امکان داره در آینده با ایشون یه ماراتونی بدویم. نمیدونم، حالا من نمیدونم کدوم ماراتون میخوایم بریم، ماراتون رستوران یا ماراتون 2 میدانی، نمیدونم. خب بینندگان عزیز لبخند فراموش نشه. با ما باشید با شوی علی جان در آوا تیوی. بدرود.